اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک از ادعای امارات متحده عربی درباره مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کردند و خواستار پایان اشغال این جزایر توسط ایران شدند. این اقدام واکنش تند مقامات ایران را در پی داشت. ایران با رد این ادعا آن را اتهامی عبث خوانده و بر حاکمیت خود بر این جزایر تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمایت اروپا را نشانه ی از سیاست‌های منفعلانه غرب در برابر اسرائیل دانست. ایران همچنین بر آمادگی برای مقابله با هر گونه اقدام علیه تمامیت ارضی خود تاکید کرده است. این بیانیه مشترک در شرایطی منتشر می‌شود که روابط ایران و غرب به دلیل مسائل منطقه‌ای و برنامه موشک و هسته‌ای ایران به شدت متشنج شده است. همراه هستیم با دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن. آی دکتر سلام و عرض ادب. آی دکتر، با توجه به حمایت اتحادیه اروپا از ادعای امارات بر جزایر سگانه، به نظر شما این اقدام چه تأثیری بر روابط ایران با اروپا و کشورهای منطقه‌ای خواهد داشت و ایران چگونه باید در برابر این چالش دیپلماتیک واکنش نشان بده؟ بفرمایید. در واقع ما باید نگاه کنیم که چرا امارات میتوانه این پیروزی ها رو به دست بیاره که یک به یک از کشورهای صاحب نام دنیا، از ژاپن گرفته تا پنج کشور دارای حق عضویت، حق وتو در مجمع در شورای امنیت و کشورهای متعدد دیگر و اینک 27 کشور اتحادیه اروپا میتوانه رأی به نفع خودش جلب کنه. این نیست مگر اینکه امارات تبدیل به یک قدرت مالی بزرگ شده است در دنیا و افزون بر این در ضمن یک مجموعه ثروتمند به نام شورای همکاری خلیج فارس خودش رو جا داده که باز یک قدرت مالی بزرگ هستش، همچنین حمایت اتحادیه اروپا رو داره و در نتیجه اینها موجب شده که خب یک توانایی پولی مالی خودشون رو ببرن برای همکاری با یک اتحادیه بزرگی مانند اتحادیه اروپا. همه اینها رو نگاه بکنه، از اون سو متاسفانه به دلیل بیکفایتی هایی که جمهوری اسلامی به خرج داده، اولا که توان مالی پولی اقتصادی خودش به شدت تضعیف شده که میدانید وضعیت چه وضعیتی هستش، و از اون سوی دیگر هم خب تنش‌های متعددی با اتحادیه اروپا داره، مانند اینکه در جنگ اوکراین به جانب روسیه ایستاده. همه اینها رو به هم جمع بزنیم، با کمال تأسف باید گفتش که این اقداماتی که در واقع تعرض به تمامیت ارضی خاک ایران هست، فارغ از اینکه جمهوری اسلامی رو من بیکفایت میدونم در این خصوص، ولی تعرض به تمامیت ارضی خاک ایران محسوب می شود و افزون بر این که ما ندیدیم که مقامات رسمی جمهوری اسلامی اقدام فعالی انجام بدن، مثلا فراخواندن نماینده اتحادیه اروپا و احضار او انجام شده در این یکی دو روز؟ نه، انجام نشده. و این در واقع بیعملی، بیواکنشی جمهوری اسلامی هم مزید بر علت شد. به هر روی اگرچه این اقدام رو امارات انجام داده است، اما معنیش این نیست که به این راحتی بتوانه تصرف عدوانی بکنه در تمامیت ارضی ایران، به خاطر اینکه از نظر حقوقی دست ایران سیاه پر هستش در خصوص این جزایر و مسئله به این راحتی نیست که بخوان این رو روی سرزمین ایران دست بگذارن. ولی چالشی شده از بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس، ایران و اتحادیه اروپا، و این صف بندی است که در واقع موجب نگرانی است که یک همچین پیوندی بین دو مجموعه مهم اقتصادی دنیا حاصل آمده است. متاسفانه باز به تأکید این که جمهوری اسلامی بیکفایتی به خرج داده، ایران در این خصوص تنها قرار گرفته. اما این چنین هم نیستش که از نظر دفاع از تمامیت ارضی یا جنبه حقوقی مسئله دستش خالی باشه.
بله، سپاس از همراهیتون. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.